عرض سلام و عرض خسته نباشی خدمت تمامی دوستان عزیزم، انشالله که حالتون خوب باشه. سیاوش سینا هستم، در زمینه آموزش اوج خدمت شما هستم. با شما تماس 0921 241 44 0936 449 1296 0919 88 983. خب عزیزان، این هم یه آهنگ زیبا شاد و مجلسی و جوان پسند تقدیم تمام دوستان عزیز و حالا اونایی که از من درخواست کرده بودن این آهنگ و تقدیم تمام عزیزان، انشاءالله که لذت برده باشن. عزیزان 6 تا نکته، دوستانی که مایلن پکیج ویدیویی آموزشمو داشته باشن، یه پکیج کامل از 0 تا 100 در خدمت دوستان هستم. نکته دوم، دوستانی که میخوان ریتماشون رو خودشون بسازن، گلچینی از ریتمای خودشون داشته باشن، میتونن تو مراحل دیستازی ما هم شرکت کنن، پکیج دیستازی هم داشته باشن. نکته سوم، عزیزانی که ایرادگیری دارن، فقط با این دوستان به صورت ایرادگیری کار میشه، حالا هر نوع ایرادی. نکته چهارم، دوستانی که این کار رو شروع کردن نمیدونن چرا ارگی بگیرن، میخوان حالا یا ارگ حرفه یا ارگ مبتدی بگیرن، میتونن راهنماییشون کنن دوستانو. نکته پنجم، دوستانی که خواننده هستن در زمینه آهنگسازی، تکسرک و آلبوم، میتونم باشون همکاری کنم. اما نکته ششم، یه عزیزانی هستن فقط دوست دارن آهنگ بزنن، فقط میخوان آهنگ بزنن، اصلا کلا نمیخوان از صفر کار کنن. با این دوستان فقط آهنگی کار میشه و زیر 20 آهنگ هم کار نمیکنیم. عزیزان، بنده تهران ورامین هستم. دوستانی که شهرده، قرچک، ورامین، همه تهران، مناطق بزرگ تهران، حالا چه شهرستان ها، چه حالا هر جایی، حالا پیشوا، پاکدشت، اصلا کلن همه تهران برامین هستن، حضوری در 38 جلسه. و عزیزانی که خارج از تهران هستن، مشهدن، تبریزن، اصفهانن، شیرازن، کرمان، مازندران، جنوب ایران، شمال ایران، غرب، شرق، یزد، قم، حالا کاشان، هر نقاطی از این ایران هستن، حتی عزیزانی هستن خارج از کشور هستن، با این دوستان به صورت غیر حضوری در 38 تا ویدیو کامل کار میشه. و دوستان توجه کنن، کار با کار یکیه و مباحثی که تو حضوری تو غیر حضوری هم میگیم، اونایی که تو غیر حضوریه تو حضوری هم به عزیزان میگیم، هیچ فرقی نمیکنه، کلا درس ها یکیه، مهم علاقه و پشتکار اون جوی که باید داشته باشه، و الا حضوری و غیر حضوری نه، همه بهونه. اون عزیزی که علاقه داشته باشه حضوری واقعا عالی میشه، اونم که علاقه داشته باشه غیر حضوری هم عالی میشه، فرقی نمیکنه. و اونم که نخواد اصلا نمیشه، چه حضوری چه غیر حضوری. دوستان، اونه که میخوان تو کلاسه بنده شرکت کنن، 4 ماه تا 5 ماه در خدمتشون هستم. مباحثی که باشون کار میشه، تئوری کامل موسیقی باشون کار میشه، البته حالا در حدی که بتونن تمام کارهایی که میکنن بدونن دارن چیکار میکنن، مثلا همین آهنگی که میزنن بدونن از چه گامی میزنن، آکورداش چیه و از چه درجه این آهنگ شروع شده تموم میشه، و تئوری موسیقی، انگوش گذاری قوی، پنجه قوی کردن، شناخت آکوردها، مراحل گام نوازی، گام های ماژور، گام های مینور، و گوش قوی کردن به صورتی که دوستان ملودی که به بازار میاد گوش کردن بتونن راحت در بیارن. حالا چه کار ایرانی باشه، چه ترکی باشه، چه عربی باشه، هیچ فرقی نمیکنه، کلا اون کار رو در بیارن، چه رو به پرده باشه و چه کار غربی، چه کار ایرانیش، فرقی نمیکنه، کار راحت در بیارن و اجرا کنن کارو. و حالا اونایی که بعد از اتمام دوره ملودی میخوان در بیارن، خب طبیعیه 2 ساعت 3 ساعت یا 4 ساعت روی قطعه بمونن که بخوان این آهنگو در بیارن، ولی خب هر چقدر تجربه این دوستان میره بالاتر، آهنگو زودتر در میارن و تایم آهنگ در آوردن این عزیزان کمتر میشه. خب الان من همین آهنگ که بعیدان دادم و توی سعی کردم نزدیک به دور آهنگ باشه، یه ذره بالاتر دادم، اما اگه بخوام مجلسه این کار رو بزنم، توی مجلس اجرا کردم و خیلی قشنگ هم جواب میده، با دور 146 این کار رو من میزنم، ببینید مجلسی چجوریه. Oh, oh, oh.
مجلسیش بود که توی مراسم اجرا میکنن، ولی خب دور ملایم خودش با دور ملایم خودش عیزان بزنن هم خب پنجه خورده ملایمتر میشه، هم کار قشنگتر میزنن. ولی خب این دور مجلسیش بود که من الان این اجرا کردم. خب عزیزان اونه که تماس میگیرن، عزیزانی که من بارها بارها گفتم، درباره آموزش ها گفتم، درباره دوره ها گفتم، باز دوستان تماس میگیرن، خودشون میگن ما اینجا رفتیم، ما اونجا رفتیم، چیزی به ما یاد ندادن، فقط در حد آهنگ بوده، فقط هر جلسه رفتیم به ما آهنگ دادن و هنوز نمیتونیم ملودی در بیاریم، هنوز پنجمون ضعیفه، هنوز ملودی میزنیم، آکورد میگیریم، قاطی میکنیم. خب دوستان اینا دیگه انتخاب با شماست، یک کلاس آموزش خوب رو باید پیدا کنید و خب قطعا اینجوری نباید باشه. کلاسایی که آموزش میدن بعد از صفر آموزش بدن که اون هرجور بتونه خودش ملودی در بیاره، خودش بعدها آهنگسازی کنه، خودش گامها رو بشناسه، آکوردها رو بشناسه، تا یه ملودی جدید میاد بتونه در بیاره، نه اینکه بره کپی کنه دست اینا اون، یا بره کلاس بخوان اون آهنگو بهش بدن. اینجوری خب اون هنرجو فقط داره آهنگ میدنه، نوازنده خوبی نیست، بعدها هم توی مجلس به مشکل میخوره و نمیتونه واقعا پا تو مجلس بذاره، چون توی مجلس هفتن حداقل 4 ساعت 5 ساعت الی 6 ساعت هنرجو باید نوازنده باید بزنه، واقعا باید نوازندگی کنه. و پس کلاسایی که واقعا یا آموزشی که واقعا درست باشه، تئوری باید توش باشه، گام نوازی، گام شناسی، آکورد شناسی، مراحل آهنگسازی، حالا اون بحثایی که کردم تمام اینا باید باشه، نه اینکه فقط به هنرجو آهنگ بدن نوت بدن، آهنگ بدن نوت بدن. و این روشی که هم گوش هنرجو رو تنبل میکنه، هم هنرجو با این روش فقط یه کار داره انجام میده، هر دفعه که میره فقط آهنگ میرن بهش یا نوت میدن بهش. خب این روشی که هیچ تنوعی تو کار هنرجو نیست و بعدها هم نمیتونه هیچ کاری انجام بده، یا ملودی در بیاره، یا آهنگسازی کنه، یا تو مجلس بره، یا گام ها رو بشناسه، هیچ کاری نمیتونه انجام بده و خیلی هم بعدها ضعف تو کارشه. خب دوستان اینم یه آهنگ بی‌نظیر بود، تقدیم به تمام دوستان عزیز. خواهشان اول ویدیوهامو ببینم، من این صحبت رو کردم درباره کلاس ها، درباره دورهای غلطی که هنرجوها رفتن. خیلی از دوستان با من تماس گرفتن که میگن ما دورهای اشتباه رفتیم و به ما اینو یاد دادن، ما هیچ یاد نگرفتیم. بعد از این حتی هنرجو بود بعد از 2 سال میگه من کلاس رفتم هنوز به من آکورد یاد ندادن تا این حد. خب عزیزان اول ویدیوامو ببینن بعد تماس بگیرن، در خدمتشون هستم. خواهشان من دیگه نمیتونم پشت گوشی این حرفا رو با هنرجو بزنم، هنرجو اول بعد توضیحاتمو گوش کنه، بعد اگه مایل بود من در خدمتشون در زمینه آموزش اورگ هستم. خیلی دوستتون دارم، با هم در تماس باشید. روز شب بر همگی خوش. خدا میگه.